آقای امینی پژوهشگر تاریخ هفته گذشته به مناسبت تاریخی پرداختن به رویداد تاریخی فتح تهران و فرار محمد علی شاه در عصر دوره مشروطیت. ایشان گفتند که محمد علی شاه مجلس را در دوم تیر ماه 1287 به توپ بست و تهران در 25-26 تیر ماه 1288 به دست مشروط خواهان افتاد. آقای امینی عزیز، درود بر شما. درود بر شما. این رو خوب شد که اشاره کردید، چون در درست گفتم؟ بله بله، در گفتگویی که با هم داشتیم در آغاز برنامه، در برخوردی که بین بنده و شما در مورد تاریخ شد، من پس از گفتن 87 و 88 برگشتم و در واقع به نادرست خودم رو اصلاح کردم و گفتم 86 و 87. درست این است که فرمان مشروطه در مرداد 1285 صادر شد، انتخابات مجلس در همون سال انجام شد و مجلس گشایش یافت و سپس قانون اساسی و متمم قانون اساسی در مجلس اول تصویب شد و در دوم تیر ماه 1287 محمد علی شاه مجلس مشروطه رو به توپ بست و شماری از آزادی خواهان رو در باغ شاه کشت و شمار بسیار زیادی هم فراری شدند و یک دوره یک ساله معروف به استبداد صغیر در ایران آغاز شد. ما این گرفتاری صغیر و کبیر رو خیلی در تاریخ داشتیم، غیبت کبرا و غیبت صغرا، این بار هم استبداد کبیر و استبداد صغیر. البته این که میگن استبداد صغیر به این دلیل است که پیش از اون استبداد دراز مدت و دراز پا بوده و این دوره رو میگویند استبداد صغیر. فکر نمی کردند که بار دیگر استبداد خودکامگی به ایران بازگردد و اونهایی که عنوان استبداد صغیر رو در این دوره گذاشتن گمان می کردند که یک پدیده زودگذری است، سنگ مثانه است که گذشته و دردش برطرف شده و ایرانیان از این پس آزادی و دموکراسی و حکومت قانون رو خواهند دید. پیشبینی نکرده بودند که باز هم با خودکامگی و فقدان حکومت قانون و سرانجام هم با حکومت مذهبی روبرو خواهیم شد که نه قانونی در اون وجود دارد، نه آزادی و دموکراسی و نه حکومت زمینی. ممنونم آقای امینی. اگه موافق باشید ما امروز هم پرسش‌های پیرامون مسئله فتح تهران و مجالسی که پس از اون تشکیل شد با شما داشته باشیم، ولی پیش از اون اگر موافق باشید از میان سوالهای فراوانی که ایمیلهای فراوانی که رسیده است، سه ایمیل رو میخوام مطرح بکنم. موافق این؟ حتما. نخست این که البته نمیدونم چرا اسم من آوردن، این همیهن عزیز شهریار ارشادی نوشتن: جناب آقای حسین مهری، امروز 16 تیر ماه، دقیقاً 64 سال پیش مرحوم دکتر محمد مصدق برای راضی نگه داشتن آیت الله کاشانی کنسولگری اسرائیل را در تهران بست. آیا این خوشخدمتی مرحوم دکتر مصدق به آیت الله کاشانی برای نامگذاری یک کوچه یا یک بنبست به نام مصدق در جمهوری اسلامی کافی نبود؟ استدعا میکنم این پرسش رو با آقای دکتر محمد امینی مطرح بفرمایید. آقای امینی. خب البته این همیهن گرامی نیش گزنده‌ای در بیان این پرسش داشتن، یعنی از لابلای نوشته ایشان پیداست که میگویند که مصدق یک باج سیاسی داده و این باج سیاسی باید یک سند افتخاری برای او باشه که در جمهوری اسلامی
که من بارها گفتم حتی کوچه هم به نام مصدق نکردند، یکی دو جا در شهرهای ایران از جمله در شیراز مردم خیابانهایی رو همچنان به نام مصدق میخوانند، اون رو به کنار بگذاریم. در این باره میگویند که حالا که چنین خوش خدمتی رو در بستن سفارت کنسولگری اسرائیل کردن، حتما باید سران جمهوری اسلامی به ایشان پاداش بدن. این پرسش ایشان نمونه ای از نگاه غرض‌ورزانه هممیهنان ما به تاریخ است، که تاریخ رو بر پایه نتیجه گیری های سیاسی بررسی میکنن. راستی رو بررسی کنیم، ایران هیچگاه با اسرائیل روابط رسمی نداشت. واقعیت این است که در سنت دیپلماتیک جهانی ما دو نوع روابط داریم، دو جور و دو فاکتور. دو جور موقعی است که شما یک روابط رسمی رو، قانونی رو با یک کشور ایجاد میکنید. دو کشور با یک دیگر پیمان نامه های دیپلماتیک رد و بدل میکنند، یک دیگر رو به رسمیت میشناسند و روابط گسترده قانونی و رسمی ایجاد میکنند. دو فاکتور هنگامی است که دو کشور یکدیگر رو شناسایی کردند ولی دارای روابط رسمی نیستند. و روابط ایران با اسرائیل از دوران زمامداری محمد ساعد مراغی آغاز شد، یعنی در اجزای تاریخشان خدمتون بگم 23 اسفند 1128 دولت ایران و دولت اسرائیل با یکدیگر روابط دیپلماتیک دو فاکتور آغاز کردند. و ایران در اورشلیم، جالب اینجاست که نه در تل آویو، در اورشلیم، در بیت المقدس یک کنسولگری گشود و دلیل اون رو هم این گونه اعلام کرد که شمار زیادی از شهروندان ایرانی در منطقه فلسطین زندگی می کنند و نیاز به یک کنسولگری دارند و این کنسولگری رو در اونجا گشودن. آقای رضا صفی‌نیا نخستین کنسول ایران در اسرائیل بود. از همون آغاز کسانی با گشودن این کنسولگری مخالفت داشتند. در میان کشورهای عربی به ویژه واکنش بسیار زیاد بود. خب اونها اصلا با وجود اسرائیل هیچ پیوندی نداشتند، با اون مخالفت داشتند. به نادرست، چون براستی باید ایران اسرائیل رو به رسمیت میشناخت و روابط درست دیپلماتیک با اسرائیل میداشت. در همون دوران مخالفت آغاز شد. در دوران زمامداری ساعد در مجلس شورای ملی، هنگامی که ماهای پایانی زمامداری ساعد بود، نماینده یکی از نمایندگان مجلس، حاج آقا محمود رفیع، حالا این رو میگم برای که کسانی که این رو بهانه میکنند که از این یک باز هم یک گرفتاری برای مصدق ایجاد کنند، دست کم بدانند که نخستین کسی که به این موضوع اعتراض داشت حاج آقا محمود رفیع بود که از نخستین یاران رضا شاه در فراز رضا شاه به پادشاهی به شمار می آمد. مجتهدی بود که در سفارت روس کار می کرد، آتاشه فرهنگی بود، با رضا شاه نزدیکی پیدا کرد، معروف شد و معلم قرآن رضا شاه و بسیار با او نزدیک بود تا تقریبا پایان کار. حاج آقا محمود رفیع در این هنگام نماینده مجلس بود و رئیس کمیسیون خارجی، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس بود و اعتراض کرد به وزیر امور خارجه اون زمان، که حکمت بود در اون موقع وزیر امور خارجه، و گفت شما باید این روابط رو به مجلس ارائه میدادید، حق نداشتید بدون تصویر مجلس چنین کاری رو انجام بدید. و حکمت این رو پذیرفت، گفت ما حتما باید این رو به مجلس گزارش بدهیم و در این باره با مجلس گفتگو کنیم و ما به زودی هم این روابط رو پایان خواهیم داد. فشار از سوی دولت‌های عربی زیاد بود. کسانی هم در میان تندروهای دینی در این باره واکنش نشان می‌دادند. حتی فدایان اسلام رفته بودند در منظر محل اقامت آقای بروجردی، در اونجا بس نشسته بودند، عده‌ای رو جمع کرده بودند در قم و درخواست کرده بودند که ایشان از دولت بخواهد که مرزها رو باز کنه، به مردم پاسپورت بدهد، گذرنامه بدهد که اینها با سلاح گرم بروند به جنگ اسرائیل،
که خب البته بروجردی میدونست که چنین چیزی شوخی است و یکی از روحانیون دفتر خودش رو فرستاد و گفت ما این رو با دولت مطرح خواهیم کرد، ولی چون فاصله ایران با فلسطین زیاد هست و احتیاج به ویزای چندین کشور وجود داره، گمان نمی کنیم که چنین چیزی شدنی باشه. یعنی عملا موضوع رو خاموش کردن. جالب اینجاست که در همون دوره یکی از روزنامه‌های عربی بسیار نام‌آور مصر مصاحبه‌ای با آقای کاشانی کرده و از آقای کاشانی پرسیده که آیا به نظر شما دولت اسرائیل خطری برای ایران به شمار نمی آید، و کاشانی که آدم بسیار سیاسی و تیزهوشی هم بوده پاسخ داده خیر، برای ما هیچ خطری نیست، شاید برای دولت‌های عربی باشد. حتی کاشانی هم به این جریان پا نداده. این نکته‌ای که این همیهن گرامی گفتن که گویا امتیازی بوده که مصدق به کاشانی داده درست نیست. در اون هنگام پس از آغاز زمانداری مصدق مسئله نفت و درگیری با انگلستان نیاز به پشتیبانی جهانی رو می‌طلبید و ایران به پشتیبانی کشورهای عربی در سازمان ملل و در جوامع بین المللی نیاز داشت. کاری هم که در اون موقع کردن اصلا به قطع رابطه با اسرائیل نبود، بلکه کنسولگری رو تعطیل کردن و کنسولگری رو هم به دلیل مالی تعطیل کردن. یعنی نوشته‌ای رو که به وزارت خارجه به دولت‌های مختلف داد، شماری از کنسولگری‌های ایران به دلیل فشار مالی بسته شد. البته من میپذیرم که بستن کنسولگری اسرائیل حتما زیر فشار سیاسی بوده و یک پیامد سیاسی داشته، ولی دولت ایران و اسرائیل تا پایان دوران زمانداری مصدق در سفارت ایران در ترکیه و سفارت اسرائیل در ترکیه با یکدیگر همون روابط رو حفظ کرده بودند و مناسبات دو فاکتور داشتند. پس از کودتای 28 مرداد بود که برای نخستین بار اسرائیل به ایران سفیر فرستاد، کنسول فرستاد. تا اون هنگام، تا پیش از حتی بسته شدن کنسولگری ایران در بیت المقدس اورشلیم، ما در تهران یک کنسولگری اسرائیل نداشتیم. آقای مایر ازرا، آدم بسیار معروفی هم در اون دوران بود، اصفهانی زاده هم بود، در اصفهان به دنیا آمده بود و سپس به اسرائیل رفته بود و انسان ایران شناس، ایران دوستی بود و سالهای پس از اون هم مرکزی برای پژوهش‌های خلیج فارس در دانشگاه تل‌آویو آغاز کرد و او نخستین کنسول ایران بعد از 28 مرداد در تهران شد و تا اون هنگام ما از طرف دولت اسرائیل نماینده‌ای در ایران نداشتیم. به هر روی نکته این است که این باج سیاسی به کاشانی نبود، بلکه یک حساب سیاسی بود که از دوره پیش از مصدق آغاز شده بود و این گام رو برداشتن. آیا درست بوده یا نه؟ به نظر من اگر با معیارهای امروز نگاه بکنید کار درستی نبوده، ولی اگر بر اساس ضروریت‌های اون زمان بسنجید شاید چاره‌ای جز این نمی داشتن. ولی من می‌دانید که سخت هوادار روابط دوستانه و آزاد و برابر میان ایران و همه کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل هستم و فکر می‌کنم که این روابط باید مناسبی باشه. ولی بر روی دکته‌ای که این همیهن گرامی مطرح کردن با یک درجه از طنز و تا حالتی حتی ایرادگیری درست نیست، ولی نکته ایشان از نظر تاریخی کاملا درست. خیلی ممنون آقای امینی. من میخواستم ازتون تقاضا کنم که در یک فرصتی درباره شخصیت کاشانی و دیدگاه های سیاسیش و حضورش در سیاست‌های ایران به خصوص بعد از شهریور 20 محبت بفرمین، مطالبی ایراد بفرمین. فکر کنم همین از برنامه هفته آینده شاید به جا باشه، چون ما در آستانه سیتی قرار داریم و کاشانی در ماجرای سیتی نقش بسیار مهم داشت و این است که بد نیست به نقش کاشانی چه پیش از پیوند او با مصدق و چه پس از گسستن و دشمنی با مصدق بپردازیم و رابطه او رو با فدایان اسلام، رابطه او رو با دولت‌های خارجی، رابطه او رو با دستگاه پهلوی، همه اینها رو روشن کنیم و به نظر من بحث بسیار بسیار جالبی خواهد بود. سپاسگزارم. آقای امینی عزیز، آقای علی همیم از مشهد، 55 ساله، همسن سال من و شما دیگه
خیلی ممنونم، من کمتر دارم. ایشون از مشهد نوشتن که بسیار از شما آقای امینی آموختم و غنی شدم. در جای دیگری در همین ایمیل گفتند امروز درباره مهاجرت جهت زندگی بهتر صحبت می کردید. من اشتباهاتی در گذشته داشتم، متاسفانه بیشتر از اشتباهاتم توسط حکومت جمهوری اسلامی مجازات شدم. و ادامه دادن که سرخوردگی و بلا تکلیفی از تعطیل حکومتی دانشگاه ها مرا به سمت سیاست کشاند. 12 سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی داشتم. رأی دادگاه هم به ریاست علی رازینی و دادستانی مصطفی پور محمدی بود. پس از 3 سال آزاد شدن از زندان با پیگیری مجدانه لیسانسم را گرفتم و فوق لیسانسم را در مدیریت اجرایی گرفتم. متاسفانه هرگز به مهاجرت نیندیشیدم و امروز به این نتیجه رسیدم که عمر من مثل بسیاری از هموطنانم تباه و حرام شده است. ای کاش من هم در سال 59 بلافاصله به مهاجرت می رفتم. این تقریبا خلاصه از نامه ایشونه. علی میم هجیمی. جناب علی میمه، منم نامه شما رو خوندم، به ویژه اون قسمت هایی که در مورد پیشینه سیاسی خودتون اشاره کردید. من فکر نمی کنم کار نادرستی کردید. من باور دارم به این که می گویید که و زبان حال بسیاری از مردم ایران رو شما بیان می کنید که به راستی در شوق بیرون رفتن از این شرایط ایران می سوزند و می سازند و افسوس می خورند که چرا نتوانستن از ایران خارج بشوند. اجازه بدهید که از ته دل به شما بگویم که آدمی مانند من که سال 62-63 از ایران خارج شده در حسرت این می‌سوزد که چرا در ایران نیست. و این من می‌دانم که جناب مهری هم که در اینجا در روبروی من نشستند آرزو و امیدشون این بود که شاید ما می‌توانستیم چنین نوع کاری رو در تهران، در اصفهان، در مشهد انجام بدهیم. ما که پناهندگان و مهاجران ناچار ایرانی به خارج از کشور بوده ایم در 2 دوره بنده، به هیچ روی این باور رو ندارم من و میدانم که بسیاری هم مانند من ندارم که ما روزگار بهتری از شما که توانستید در ایران باشید داریم. البته تردیدی ندارم که زندگی در یک کشور آزاد مانند ایالات متحده آمریکا یا کانادا یا کشورهای اروپایی برای یک ایرانی دربند و زندان کشیده مانند شما بسیار بهتر از زندگی در ایران است. اما ای کاش ما شرایطی رو به وجود بیاوریم که همه ما بتوانیم در خانه و کاشانه خاندانی خودمون زندگی کنیم، در سرزمینی زندگی کنیم که در اون پرورده شده ایم، زبانش زبان ماست و فرهنگش فرهنگ ماست و از این زندگی دربدری به یک معنا نجات پیدا بکنیم. من هیچ شکایتی از زندگی در غرب ندارم، از این لحاظ که به هر حال زندگی نسبت به زندگی بسیاری از ایرانیان زندگی من دست کم در امنیت است و هیچ نگران نیستم که گزمه‌ای مأمور امنیتی درب منزل من رو بکوبد و من رو به زندان ببرد. اما گمان نکنید که آنهایی که به خارج آمده اند و در اینجا زندگی می کنند در حسرت زندگی در ایران نیستند. ای کاش شرایطی به وجود بیاید، تغییرات بنیادی در ایران بشود که مردم در سودای این گونه مهاجرت ها نباشند. اشاره ای که من به مهاجرت کردم نه در مهاجرت های سیاسی بود، چون بیشتر مهاجرت هایی که آدم های مانند من یا آقای مهری و بسیاری دیگر رو به این ینگی دنیا و سرزمین های دیگر کشانده مهاجرت ها و کوچ های سیاسی است نه اقتصادی. در اون گفتگویی که در برنامه خودم داشتم در برنامه یک کلمه درباره کوچ های گسترده برپای اقتصادی صحبت می کردم، مانند کوچ گسترده مردم از مکزیک به آمریکا. میلیون ها نفر از مردم از مکزیک به آمریکا، میلیون ها نفر از مردم از اروپا به آمریکا، مردم در
کشورهای دیگری که به سرزمین‌های بهتر کوچ می‌کنند، همین افغانی‌هایی که به ایران آمده‌اند که نه به دلیل کوچ سیاسی ولی بیشتر به دلیل زندگی بهتر کوچ می‌کنند. اشاره‌ای داشتم به کوچ گسترده اعرابی که از سرزمین نجد و از صحرای عربستان و پیرامون کوفه و بغداد به سرزمین‌های ایران آمدن. جالب اینجاست که خیلی از اونها در جاهایی اسکان یافتن که به آب و هوای عربستان و عراق نزدیکتر بود، مثلا به سیستان رفتن، به بخش‌های از خراسان کوچیدن که بخش‌های بیابانی‌تر خراسان بود، به گیلان و مازندران کوچ نکردن چون آب و هوای اونجا به زندگی اونها نمیخورد. ولی به هر روی این کوچ گسترده اعراب در اون دوران، صدها هزار خانوار عرب در اون دوران به ایران، اون مورد نظر من بود و نه کوچ ایرانیان به دلیل سیاسی به خارج. ولی جالب اینجاست که چون اشاره کردید این رو بگم که این کوچ گسترده اعراب که در نمونه های از اون 50,000 خانوار، 60,000 خانوار، 100,000 خانوار و روی هم رفته نزدیک به شاید 400,000 خانوار عرب به ایران کوچیدند و برخی از اونها بازگشتند، تأثیر بنیادی و ماندگار در ساختار فرهنگی و زندگی ایرانیان ننهاد. بسیاری از اونها در نزدیک به یک سده ایرانی شدند، فارسی صحبت میکردند. در تاریخ نویسی هایی که در سده سوم و چهارم به جای مانده جغرافیدانان نوشتن، یعنی جغرافی نویسی هایی که به جای مانده در سده سوم، چهارم، پنجم، همه اونها هنگامی که به شهرهای ایران سفر میکنند از این سخن میگویند، از جمله استخری که در فلان منطقه مردم اونها بیشتر عرب هستند ولی به فارسی سخن میگویند و اصلا عربی از یادشون رفته. نمونه بسیار برجسته اونها شروانشاهان هستند، خاندان شروانشاهان شمال آذربایجان، دربند و شروانشاه که اینک دیگه بخشی از ایران نیست، که خاقانی شروانی از اونجا برخواسته و اون شعرهای بسیار زیبای فارسی رو سروده. اینها اصلا عرب تبار بودند و نامهای عربی در آغاز داشتند و سپس نامهای فارسی برگزیدند. من اشارم به این نوع مهاجرت ها بود و نه مهاجرت سیاسی و مهاجرت های ناشی از فشار حکومتی در دوران کنونی. با درد ایشون هم، یعنی با درد ایشون هم دردی میکنم، همراهی میکنم، ولی امیدوار هستم که به جای ایشون به سرزمین ما بیان، یه روزی بنده ایشون رو در مشهد دیدار کنم. زیارت هم میرین ان شاء الله؟ فکر نمی کنم، ولی به هر حال اون رو برای شما میذارم. آقای مهدی، آقای امینی عزیز، ممنونم. سوال سومی از یک هممیهن دیگری است که گفتند به طور ساده توضیح بدهید و به طور خاص تفاوت لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی چیست و چرا به نظر شما لیبرال دموکراسی حکومت بهتری است، البته با این فرض که سکولاریسم در آنها وجود داشته باشد. یه پرسش دیگه هم کردن، اونم میخونم. آیا سکولاریسم دقیقا همون لایسیته است؟ این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ برای حکومت ایدئال آینده باید کدام را هدف قرار دهیم؟ ممنون میشوم خیلی دقیق این موضوع را بشکافید تا یک بار برای همیشه این مسئله برای من و خیلی های دیگر حل شود. من به این هممیهن گرامی این وعده رو میدم که در یکی از برنامه‌های یک کلمه به این موضوع بپردازم. این برنامه من و شما آقای مهری بیشتر به بحث‌های تاریخی و نه بحث‌های اجتماعی نظری می‌پردازد و بحث یک کلمه بیشتر به مسائل نظری و بحث تفاوت‌های میان سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی بحث گسترده است، در چند جمله نمی‌توان اون رو خلاصه کرد. در مورد سکولاریسم و لایسیته هفته گذشته اشاره کردم که سکولاریسم اساساً عدم دخالت دولت در دین است و لایسیته تا حدود زیادی باور به این دارد که دولت باید میزان دین رو، اندازه دین رو در جامعه تنظیم بکنه و حتی محدود بکنه. مثلا دولت چین رو میتوان یک دولت لایک قلمداد کرد، دولت شوروی رو
چه دوران لنین و استالین و بعد از آن، اینها رو دولت‌های لایک می‌توان به شمار آورد. دولت فرانسه اساساً یک دولت لایک بوده، ولی تا حدودی این لایسیته فرانسه هم کم رنگ شده، در حالی که دولت‌های مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان بیشتر سکولار هستند، یعنی مردم در دین خودشون آزاد هستند و حتی دینداران میتوانند از ابزارهای دینی در گسترش اندیشه‌های سیاسی خودشون بهره بگیرند، ولی ساختار حکومت حکومت زمینی است. برای نمونه خانم مرکل رئیس دولت آلمان، صدر اعظم آلمان، ایشون از حزبی هستند که نامش از حزب سوسیال مسیحی، یعنی نام مسیحی در حزب هستش. بر پرچم بسیاری از کشورهای اروپایی، دست کم 60% کشورهای اروپایی علامت چلیپا یا صلیب نهاده شده، یعنی بسیاری از اونها آیین مسیحی رو به عنوان آیین چیره بر کشورشون میپذیرند. در سوئد که یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان است، تا سال 2000 مذهب رسمی وجود داشته. آنچه که تفاوت ایجاد میکند میان چیزی که در ایران میگذرد و کشور سکولار، حق قانونگذاری زمینی و عدم مداخله دولت در زندگی دینی و باورهای دینی مردم از دین رسمی عملا در یک کشوری وجود نداره. در دوران پس از مشروطه تا انقلاب 57، اگرچه در قانون اساسی، متمم قانون اساسی، اصل یک متمم قانون اساسی آمده بود که مذهب رسمی ایران شیعه 12 امامی است، باورمندان به دیگر دینها در ایران آزادی های زیادی داشتند، مزاحم اونها نمی شدند، باهائیان از دانشگاه اخراج نمی شدند، یهودیان رو از کار کردن براشون جلوگیری نمی کردند، آزادی هایی در این زمینه وجود می داشت، ازدواج میان یک مسلمان و یک باهایی تبدیل به یک مسئله جدی اجتماعی نمیشد. ولی امروز چنین است. امروز نه تنها ما مذهب رسمی داریم، مذهب رسمی باید از قیف و صافی حکومتی هم بگذرد و بسیاری از کسانی که دیندار هم هستند، مسلمان شیعه هم هستند، خلع لباس شدند، از ایران در به در از ایران شدند، مانند بنده و شما و مانند کسانی که اصلا دیندار نیستند به خارج بریختند. و این نمونهش همین آقای اشکبری است که مجتهدی است، از درس خوانده در قم، و ایشون رو خلع لباس کردند و گفتن شما به اندازه کافی مسلمان نیستی. مجتهد شبستری در ایران نمونه دیگری از این است. سکولاریسم یعنی به کار دین مردم دخالت نکنید، باورهای مردم رو در زمینه‌های دینی و اجتماعی به جای خودشون بگذارید. اونا حق دارن در حریم امنیت خانه خودشون، زندگی خودشون، به آیینی که باور داشتن دارن داشته باشن و کاری به کار دیگران نداشته باشن. من بارها در سخنرانی ها به صورت طنز این نکته رو گفتم که بسیاری از آیات قرآنی با این عبارت آغاز می شود: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. سکولاریسم می گوید که ای کسانی که ایمان آورده اید، دست از سر کسانی که ایمان شما را نیاوردند بردارید، بگذارید اونها هم به ایمان خودشان باشند. خیلی جالب. آقای امینی، عربیش رو هم بگم خدمتتون، فکر میکنم درست باشه بگم یا الی هی الذین آمنو لا تدخلوا فی امور لا مؤمنون. فکر میکنم ها. بله آقای امینی، آیه قرآنی نیست، آیه بنده است. معلومه. آقای امینی، بپردازیم با اجازتون به پیامدهای فتح تهران در اوج عصر مشروطیت. شما در برنامه هفته گذشته فهرستی از نام کسانی را که مجلس عالی موقت رو تشکیل دادن قرائت فرمودید، ولی فرصت نشد که نام گروه 12 نفری دیرکتوار یا هیئت مدیره رو بخوانید. آیا ممکن است برای یادآوری به همیهنان مهمترین تصمیم‌های اولیه اون مجلس عالی را که میگویند 500 نفره بوده عنوان بفرمایید؟ ببینید، مجلس عالی 500 نفره
یعنی گرد همایی 500 نفره جای خودش رو خیلی زود به مجلس عالی داد. نام مجلس عالی به این 28 نفر در جاهایی هم 30 نفر آمده به اینها گفته می شود. اینها در واقع مجلس عالی موقت هستند، یعنی به جای مجلس شورای ملی که به توپ بسته شده بود نشستند و به طور موقت قانونگذاری های زودگذر و فوری می کردند. یعنی جانشین مجلس مشروطه بودند که محمد علی شاه اون رو بسته بود و ناکام کرده بود. اینها آمدن از میان خودشان 12 نفر انتخاب کردن، البته 10 نفر رو یا 9 نفر رو از میان خودشان انتخاب کردن، 3 نفر رو هم از بیرون انتخاب کردن، یعنی از کسانی که در این گروه 28 نفره بودند 3 نفر دیگر رو هم از بیرون اضافه کردن. 2 نفر طبیعتاً رهبران چیرگی بر تهران بودند، یعنی سردار اسعد و سپهدار تنکابانی خلعتبری. این 2 نفر به عنوان سرداران و رهبران سپاهی که تهران رو برش چیده شدند در این گروه بودند. البته برخی میگویند که چرا کسانی مانند باقرخان و ستارخان و غیره نبودند، این هستند هنوز به تهران نرسیده بودند و از میان نمایندگان انقلابی تبریز به این گروه 12 نفره تقی‌زاده انتخاب شد، یعنی جزو هیئت مدیره انقلابی بود، هیئت مدیره موقتی بود که کشور رو اداره میکرد، در واقع یک بالاتر از کابینه بود، چون کابینه هم انتخاب کردن هیئت وزیران. ولی چون 28 نفر رو نمیشد همیشه گرده هم آورد، این 12 نفر اداره کشور رو در دست داشتند. این 12 نفر عبارت بودند از سپهدار اعظم یا سپهدار تنکابنی خلعتبری، سردار اسعد بختیاری، سنی الدوله که اولین رئیس مجلس شورای ملی بود، داماد مظفرالدین شاه و اولین تکنوکرات ایران به شمار می آمد، نخستین کسی بود که کارخانه وارد ایران کرده بود و یا یکی از نخستین کسانی بود که کارخانه به ایران وارد کرده بود و هفته پیش هم اشاره کردم که نزدیک 16 سال هم در آلمان و بلژیک درس خوانده بود و هم کارخانه داری و اداره کارخانه مدیریت کار صنعتی کرده بود. تقی‌زاده که همه او رو میشناسند از برجسته ترین شخصیت های انقلاب مشروطه که گاه نسبت به او بیوفایی شده به خاطر کاری که در پیمان 1933 در مورد نفت انجام داده، انگامی که وزیر دارایی بوده و خودش هم نادم و پشیمان بوده و چاره‌ای جز این نداشته، اونقدرها در واقع جایگاه او رو در دوره پس از این پس از شهریور 20 برجسته ندانستند، در حالی که به نظر من یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ ایران همین تقی‌زاده است. یعنی اگر ما بخواهیم 3 نفر رو در تاریخ پس از مشروطه به عنوان شخصیت های لیبرال دموکراسی ایران، شخصیت های برجسته سازنده جامعه ایران برشماریم، تقی‌زاده، فروغی، زکاهالملک و مصدق در بالای چنین فهرستی قرار دارند. البته من جای ویژه‌ای رو برای مصدق قائل هستم. وثوق دوله، با اینکه وثوق دوله سالیانی پس از اون در اون بستن پیمان 1919 به راستی به آرمان‌های خودش هم خیانت کرد، ولی در این دوران یکی از شخصیت‌های برجسته مشروطه به شمار می‌آمد. حکیم الملک که بهش اشاره کردم و فرزندش حکیمی چند دوره نخست وزیر در ایران شد و از شخصیت‌های برجسته دوره پهلوی به شمار می‌آمد. مستشار دوله صادق یا صادق مستشار دوله یا صادق صادق، برادرزاده میرزا جعفرخان مستشار دوله که کتاب یک کلمه رو نوشت. سردار محیی، یکی از برجسته ترین شخصیت های رادیکال در گیلان که چند برادر بودن اینها و در جریان شورش مشروطه خواهی در گیلان نقش بسیار برجسته ای داشتند و یکی از کسانی که اینها پشتیبانی کردند برای اداره امور در ایران یعفرمخان ارمنی بود که همین موضوع رو اشاره خواهم کرد که جایگاه برجسته ای در نخستین تصمیم های این مجلس موقت داره. میرزا سلیمان خان میکده که پیشتر اشاره کردم که پیمان نامه ای در خانه او در باغ او
به نام پیمان میکده بسته شد و نیمی از کسانی که بر این پیمان نامه دستینه نهادند شهرت داشتند به بابی و ازلی و آدم های بسیار برجسته‌ای، همه این هایی که بر این دستینه نهادند در انقلاب مشروطه بودند، از جمله ملک المتکلمین و پدر جمالزاده جمال واعظ، حاج ستون نصرالله های تقوی، بزرگ خاندان تقوی، البته اسم ایشون اول اخوی بوده، سادات اخوی، و یکی از نخستین بزرگان دادگستری عدلیه ایران، یکی از نخستین دادستانان ایران و دادستان ایران در دوران درازی از پادشاهی رضا شاه و از بزرگان دیوان قضا در ایران. حسین قلی خان نواب، یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته این دوران، و میرزا محمد علی خان تربیت که از بزرگان فرهنگ آذربایجان به شمار می‌آید و از فرهنگیان برجسته و از نزدیکان تقی‌زاده، اینها دیرکتور و اون گروه اصلی اداری جامعه رو در غیاب مجلس در دست داشتن و انتخابات رو اداره کردن تا انتخابات مجلس دوم به انجام رسید و مجلس دوم نخست وزیر انتخاب کرد و کار به روال عادی افتاد. این یکی از شگفتی های روزگار اون دوران است که با چنان جنگ خونین یک ساله‌ای، با چنان تجاوزی به حقوقی که مردم به دست آورده بودند، اینها توانستند با آرامش و رایزنی از یک گروه گسترده 500 نفره 28 نفر رو برگزینند بدون اینکه نزاعی در بگیرد و از میان این 28 نفر این 12 نفر رو به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند. چون گفتید که نخستین کارهایی که اینها انجام دادن چه بوده، نخستین کاری که انجام دادن برکنار کردن محمد علی شاه و گزینش احمد شاه به پادشاهی بود و یک هیئتی را انتخاب کردند که برود به سفارت روس در زرگنده و با محمد علی شاه مذاکره بکنه برای برکناری او. امیدوار بودند که محمد علی شاه رسما استعفا بده و این استعفانامه بمانه که دیگه بر نگرده به بیان پادشاه بودم، که این کار رو نکرد محمد علی شاه. یکی دیگر از کارهای برجسته اونها که نشانی از چیرگی ارزش‌های سکولار در رفتار اونهاست، در این است که سید ابوالقاسم امام جمعه رو که امام جمعه هوادار استبداد بود، از امام جمعه تهران برکنار کردن. ببینید، موضوع امام جمعه‌ای بنا نیست که در دست دولتیان باشه، ولی اینها این رو مسئولیت خودشان دانستن. سید ابوالقاسم امام جمعه رو از کار برکنار کردن، از هواداران سرسخت محمد علی شاه بود، از دشمنان مشروطه، و رفته بود و پناهنده شده بود به سفارت روس و برادر او رو به جایش گذاشتن که از آزادی خواهان و مشروطه خواهان بسیار سرشناس بود و جایگاه بسیار برجسته‌ای در جنبش مشروطه هم داشت. کار دیگری که کردن باز هم نشانی از درایت است که نخستین رئیس نظمیه کشور یا شهربانی، بعدها نامش رو شهربانی، رئیس نظمیه کشور رو یک ارمنی گیلانی، یعنی یفرم خان ارمنی، دستان به نام یفرم خان ارمنی شناخته شده بود و شخصیت ناسیونالیست سوسیال دموکراتی به شمار می آمد، او رو رئیس نظمیه کردند و یکی از نخستین دستورهایی که به او دادن این بود که برود و بزرگترین مجتهد تهران، یعنی شیخ فضل‌الله، دستگیر کنه و از خانش به دادگاه بیاورد، به زندان بیاورد. خب این در تاریخ ایران بسیار نشدنی بود که یک نامسلمان که از نظر مسلمانانی مانند شیخ فضل‌الله نجس به شمار می آمد برود و به عنوان نماینده نظمیه مشروطه بزرگترین مجتهد تهران رو دستگیر کنه به جرم مخالفت با حکومت قانون و او رو به دادگاه بکشانه. یکی دیگر از کارهای برجسته همون روز نخست این هیئت، گزینش دادگاه انقلاب بود. ببینید، درایتی در این کار هست. آمدن و گفتن چون ساختارهای حقوقی ویران شده و ما عدلیه امروز نداریم به صورتی که باید داشته باشیم، یک دادگاه انقلابی برای محاکمه این چند نفری که به جرم
شورش علیه مشروطه و همکاری با محمد علی شاه متهم بودن از جنبش فضل الله نوری، یک دادگاه انقلابی ایجاد کردند، دادگاه انقلاب در واقع. و این شاهکاری است در کار اونها، یعنی نیامدن دی رو کنار دیوار بگذارند و تیر باران کنند، بلکه دادگاه به وجود آوردند و به متهم اجازه دادند که از خودشون دفاع بکنند. یک نکته نهایی رو خدمتتون بگم، در این 28 نفر ما تنها نام سه آخوند رو میبینیم، اون هم آخوندهایی که اساسا مشروطه ها هستند، یعنی پسر بهبهانی، فرزند، یعنی محمد بهبهانی فرزند بهبهانی، صدر علما و میرزا سید محمد امامزاده، برادر همون سید ابوالقاسم امام جمعه که به جای امام جمعه تهران شد. این دادگاه انقلاب خیلی از این لحاظ جالب است. آقای امینی عزیز، میشه بفرمین که این دادگاه انقلاب از کدامین شخصیت ها تشکیل شده بود و اونا چگونه انتخاب شدند؟ خیلی این فرایند گزینش این 8 نفر، همه اینها در همون یکی دو روز نخست چیرگی بر تهران انجام شده. یک درایتی است. شما اگر این رو مقایسه کنید با اون کشت و کشتاری که بعد از انقلاب فرانسه شد و هزاران نفر رو به انتقام میکشتند و اتهام میزدند، حتی میدانید که در انقلاب فرانسه شاعری رو هم گناه دانستند و چند شاعر رو به دار آویختند یا گیوتین زدند، در ایران این نشد. یک درجه از رایزنی وجود می داشت. آمدند و 8 نفر رو انتخاب کردند و این 8 نفری که انتخاب کردند، تنها یک آخوند در این 8 نفر هست، یعنی دادگاهی است که باید رسیدگی کند، ولی در این دادگاه ما دادگاه شرعی نیست. رئیس دادگاه یک مجتهد است، مجتهد بسیار روشنفکر، شیخ ابراهیم زنجانی، آدمی که درس دینی در نجف خوانده، نماینده در دوره مجلس اول نماینده از میان صنف طلاب و روحانیون بوده، ولی در مجلس دوم نماینده می شود از تبریز. و مثل اینکه خاطراتش چاپ شده. بله خاطراتش چاپ شده، ولی خاطراتش هیچ اشاره‌ای به این موضوع دادگاه نمی کنه، یعنی جایی رو که شاید هم کرده و حذف شده، ولی این قسمتی رو که باید به اون اشاره می کرده درش نیست. آخوندهای ایران هم سخت با او دشمنی دارن و می گویند که فراماسون، نوکر بیگانه و چیزهای از این دست رو که به هر کسی که هر آخوندی که به هر حال بریده بوده از این نوع آیین هایی که اینها بهش باور دارند و اون میزدن. البته هنگامی که این خاطرات رو نوشته اصلا رخت دینی رو کنار نهاده بوده و با کتوشلوار در واقع این خاطرات رو نوشته. البته شاید هم کتوشلوار موقعی نوشتن بر تنش نبوده، ولی برای کتوشلواری بوده، مکلا بوده. شیخ ابراهیم زنجانی رئیس دادگاه بود. 7 نفر دیگر رو نوعی که انتخاب کردن نماینده جریان‌های اساسی جامعه هستند و از این لحاظ بسیار زیباست این گزینش. جعفر قلی خان سردار بهادر بختیاری این فرزند سردار اسعد هست، فرزند سردار اسعد است که در مجلس و کابینه های از مجلس دوم تا میانه دوره رضا شاه نقش بسیار برجسته‌ای داره، در زندان رضا شاه در می‌گذره، کشته میشه و این یکی از شخصیت های شرکت کننده در این دادگاه است. اعتلاء الملک، البته شما حتما اسم امروزی این شخصیت رو میشناسید، نصرالله خلعتبری. ایشون یکی از بزرگان به هر حال دوره پهلوی هستند، از شخصیت های برجسته دوره پهلوی هستند، تا سال 1341 هم زنده بود. او پسر عموی خلعتبری، یعنی سپهدار تونکابونی که او هم به نام خلعتبری شناخته می شد، نماینده او در این دادگاه بود. میرزا محمد علی تبریزی معروف به محمد نجات، ببخشید معروف به نخیر محمد نجات نمی تربیت گذاشت بخوام میرزا محمد علی تبریزی معروف به تربیت، یکی از بزرگان فرهنگی آذربایجان و نماینده شخص تقی‌زاده، یعنی نماینده جناح رادیکال انقلاب مشروطه و مجاهدان انقلاب مشروطه در این هیئت، چون تقی‌زاده نماینده رادیکال ترین جریان
اون دوره انقلاب مشروطه و نماینده مجاهدان مشروطه به شمار می آمده، نماینده جنگندگان به هر حال مشروطه، ستارخان و باقرخان، تغییرزاده روشنفکر اون گروه بوده و با اونها نزدیکی داشته. محمد نجات فرزند ملک التجار خراسانی است، یکی از بزرگترین بازرگانان خراسان، و چون مشهدی ها در مشروطه در میان نمایندگان مشروطه و جنبش مشروطه نقش داشتند و جایگاه برجسته‌ای داشتند، او از طرف مشروطه خواهان خراسان و مشهد به این دادگاه روانه می شود. البته آدمی است که سخت هوادار بعدها سردار سپه می شود، در فراز سردار سپه به پادشاهی نقش بسیار مهم می داشته، جز به کسانی بود که به سود سردار سپه در مخالفت با قاجار رأی می دهد در اون ماده واحده معروف، و با حزب دموکرات و حتی با حزب سوسیال سلیمان میرزا اسکندری همکاری می کرده. سید محمد امامزاده که اشاره کردم، این از طرف طباطبایی به این هیئت آمده بود، از طرف آیت الله طباطبایی معروف، یکی از دو سید، یعنی بهبهانی یک نماینده داشته، طباطبایی هم یک نماینده داشته. وحید الملک شیبانی از خاندان بزرگ شیبانی، نماینده مشروطه خواهان کاشان، چون شمارشون زیاد بوده، نماینده مشروطه خواهان کاشان در این هیئت. یمین نظام عبدالحمید قفاری، این باید گفت که نماینده نظامیان در این هیئت هست، آدمی است که در دوره پس از اون خیلی بالا میره، امیر تومان میشود و در دوره رضا شاه به جایگاه بلندی میرسد و رئیس شورای نظامی، یعنی در واقع یکی از بلندپایه ترین مقامات نظامی در دوره رضا شاه می شود، و البته شانس می آورد در سال 1303 در می گذره، وگرنه معلوم نیست که شاید سرنوشت خیلی خوبی در پیش نمی داشته. البته این رو خدمتون به شوخی میگم چون نمی دونم، ولی رئیس شورای عالی نظام در دوره رضا شاه می شود. یعنی مجموعی این ترکیب 8 نفر رو که شما نگاه می کنید، اساسا فقط یک نفر شخصیت مجتهد درس خوانده حوزوی است و دیگران همه شخصیت‌های سکولار، یک نفر هم نظامی است، و اینها نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی هستند که نشستند و بر سرنوشت دستچینی از افرادی که به پای محکمه آورده شدند داوری می‌کنند. اینها همه نشانه‌های یک درجه از درایت، درجه از رایزنی و نشانی از این است که جامعه ایران خیز برداشته بوده برای اینکه دموکراسی و ساختارهای حقوقی رو در ایران بسازه. و این رفتار، آنچه که در این دو سه روز در تهران اتفاق می افتد، نشانی از وفاداری بزرگان مشروطه، فاتح تهران، چیره بر تهران، در فرهنگ قانون مداری است. نشان می دهد که با وجود به توپ بسته شدن مجلس، در میان مشروطه خواهان وفاداری به قانون بالاتر از هر چیزی بوده و میخواستن کارها از راه قانون انجام بشود، و این از شگفتی های اون دوره تاریخ ایران است که ما اون دوره داشتیم و در دورانهای پس از اون آنقدرها به اون دسترسی نداشتیم. ممنونم آقای امینی. من فکر کنم این آخرین پرسش باشه، با اینکه پرسش های زیادی در پیشه. این گونه که از این اسامی پیداست در مجلس عالی، در هیئت مدیره و دادگاه انقلاب نخبگان ایرانی اون زمان شرکت داشتن، آیا میشه نتیجه گرفت که در آن دوران با همه عقب ماندگی های ایران، ما با یک نوع درایت و رایزنی بی‌نظیر برای بنای دموکراسی و حکومت قانون مواجه بودیم؟ کاملا. این اصلا ببینید، ما با یک پارادوکسی در اینجا مواجه هستیم. انقلاب مشروطه و ساختن دولت مدرن برای پایان دادن به نظام 900 ساله فرمانروایی ایدیاتی در ایران بوده. 900 سال حکومت‌ها در ایران حکومت‌های ایدیاتی بودند. وقتی مجلس به توپ بسته میشه، باز هم دسته‌های ایلی به نجات مجلس میان، نه برای ساختن یک حکومت ایدیاتی، برای برگرداندن حکومت قانون. این ویژگی ساختار ایل در ایران هست که بر اساس نوع وفاداری رهبر میتواند به سوی آزادی،
به سوی قانون یا به سوی دشمنی با آزادی و قانون حرکت بکنه، چون ایلی رفتار میکنه و چون در این دوره بیشتر سران ایلها با مشروطه و آزادی همراه شده بودند و برخلاف تصوری که داده میشود نقش روحانیون تضعیف شده بوده، همونجور که در این نمونه ها من اشاره میکنم، اونهایی که در واقع تهران رو برش چیره شدند و اون نیروی نظامی که به میدان آمد، رفتار نظامی در پیش نگرفت دست کم در آغاز کار، بلکه رفتار قانون مدارانه در پیش گرفت و این نشان میدهد که جامعه ایران پس از سالها خودکامگی و گرفتاری ها و بدبختی هایی که گریبانگیرش بوده، به این رسیده بود که میخواهد از این فلاکت سفر بربنده و به سوی جامعه مدرن گام برداره و یه جامعه قانون مدار بسازه. و این هم شد. ببینید اینهایی که آمدن و بر تهران چیره شدن، جناب محیم میتوانستن بگویند که فعلا در 5 سال آینده ما کشور رو اداره میکنیم و ببینیم چی میشود. فورا انتخابات کردن، فورا مجلس تشکیل دادن و خودشون رو باطل کردن، خودشون رو برکنار کردن. این نشان میداد یک درایتی در کار است، یک نگاه به هر حال دوراندیشانه است. از این بلاهای شما من فهمیدم که ما پایان برنامه رسیدیم و داریم به برنامه‌های دیگران تجاوز میکنیم. از شما سپاسگزار هستم. خیلی ممنون، ما هم از شما سپاسگزاریم. همینان گرامی، قاعدتا اونها هم لذت بردن از این همه اطلاعات. آقای امینی موفق باشید، سلامت باشید. همینان گرامی که به این برنامه توجه کردن، از شما سپاسگزاریم و با سپاس از کارگردان برنامه خانم غزاله. شب و روز همگی خوش.